معاویہ سے لڑتا تاکہ دین کو بچا سکوں. یہ جو اب تک کی گفتگو ہے یہ کربلا کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ضروری تھی تاکہ ہم سمجھ سکیں کربلا کیوں برپا ہوئی. من این روایت است دیگه مربوط به حول و حوش عاشورا و کربلا است. اول نامه ای است که امام حسین علیه السلام دارن به بزرگان کوفه. سوال: آقا جامعه اسلامی بود، حج بود، نماز بود، روزه بود، مشکل چی بود؟ صدای اذان بود، مشکل کجا بوده؟ چه نیازی به کربلا؟ امام حسین فرمود که ظاهر اسلام هست اما باطنش نیست. در جواب کسانی که، چون این سوال خیلی مطرح بود که چرا حسین قیام میکنه، مشکل کجاست؟ نماز هست، روزه هست، حج هست، صدای اذان میاد، شما نگران چی هستی؟ همه چیز درسته. فرمود زیر لایه همه چیز ظاهرا درست، همه چیز واقعا خرابه. اسلام ظاهری کافی نیست. امام حسین در نامه به بزرگان کوفه نوشتن ان السنه قد امیتت، سنت کشته شده است، خودش هم نمرده. نفرمودن ماتت که خودش کهنه شد، فرمودن امیتت، کشته شد، میرانده شد. شما فکر میکنید اینا اسلامه؟ البدعه قد احییت، بدعت رو به پا داشتن و زنده کردن، این ظاهر اسلامه نه باطنش. بعد فرمود که من میخوام نجاتتون بدم، نمیخوام، بحث این نیست که ما به کجایی برسیم، اگر درست اطاعت کنید من راه رشد را نشانتان میدهم، میخوام راه درست زندگی کردن رو نشونتون بدم. امام حسین فرمود من میخوام راه درست زیستن و درست مردن رو به شما نشون بدم. اب ایک سوال اٹھایا جاتا ہے عام طور پر کہ جب امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا تو اس وقت معاشرے میں نماز پڑھی جاتی تھی، مسجدیں کھلی تھیں، روزے رکھے جاتے تھے، حج انجام پاتا تھا، باقی تمام دین کے جو ظاہری احکام ہیں سب کے سب موجود تھے. اگر یہ سب موجود تھے تو پھر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟ جب آپ امام حسین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ہاں اسلام کے یہ ظاہری احکام تو موجود تھے لیکن ان کے درپردہ جو روح کار فرما تھی وہ مر چکی تھی. پردے کے سامنے سب کچھ ٹھیک تھا لیکن پردے کے پیچھے سب کچھ غلط تھا. ایک جگہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ عالم ایسی صورت اختیار کر گئی تھی، دنیا ایسی صورت اختیار کر گئی تھی کہ سنت نبوی کو قتل کر دیا گیا تھا اور بدعتیں برپا کر دی گئی تھیں، بدعتوں کو زندہ کیا گیا تھا. آگے وہ فرماتے ہیں کہ اب اس صورتحال میں میں تمہیں نجات دلانا چاہتا ہوں، اگر تم میرے بتائے ہوئے رستے پر چل پڑو تو اسلام بھی زندہ ہو جائے گا اور تم لوگ بھی دوبارہ حیات کی طرف آؤ گے. مسلم در کوفه به مردم کوفه گفت کہ امروز روزی است کہ باید برای دینتون هزینه بپردازید، تا به حال نان دین خوردید، از این به بعد چوب دین رو باید بخورید، امروز وقت فداکاری است. بعد بهشون گفت که آنها که کشته نشوند خواهند مرد، کسی تو این عالم نمیمونه. فکر نکنی اگر کشته نشی، شهید نشی، میمونی هزار سال، همه میرین. فرمود آنهایی که امروز در کنار ما کشته نشوند خواهند مرد. امام حسین علیه السلام در مکه آمدن پیش امام حسین گفتن آقا بالاخره اینا مسلمان اسلام رو قبول دارند و اینا یه جوری کنار میان. فرمودن که امروز دوره تزویر و فریب اسلامی است، فریب به نام اسلام. فرمود والله لیعتدن علی کما اعتدت الیهود فی السبت. اون قضیه که یهود نقد شده هم در قرآن، در جایی که فریبکاری قوم یهود که ممنوع شد شنبه ها تجارت و صید ماهی و اینها، گفتن شنبه ها رها کنید دنیا رو برید عبادتی کاری، اینا آمدن یک گودال مخصوصی کندن تو دریا که شنبه ها ماهی ها اونجا جمع بشن، تو تور گرفتار بشن، بعد یک شنبه ها می آمدن صیدشون میکردن، میگفتن به حکم شرع عمل کردیم.
حکم شرعی عمل کردیم، شنبه ما مایی نگرفتیم که، کلاه شرعی، حق بازی به نام دین، مثل ربا که حرام میکنه بعد میریم راه پیدا میکنیم یه جوری حلالش کنیم، درستش کنیم، دزدی، نفاق، خیانت همه از نوع اسلامیش هم درست کنیم، دزدی اسلامی، دروغ اسلامی، خیانت اسلامی، زنای اسلامی بریم درست کنیم. امام حسین سلام الله علیه فرمود که اینا مثل همه قوم یهودن، ظاهر مذهبیشو درست خواهند، اینها مرا خواهند کشت. فرمود والله به خدا سوگند اینها مرا خواهند کشت و فریب و تزویر مذهبیشم درست میکنن، حکم شرعیشم درست میکنن. امام حسین خواست این اسلام رو رسوا کنه، فرمود من در مکه هم بمانم مرا خواهند کشت. حضرت مسلم جب کوفه میں تھے تو وہاں پر انہوں نے جب لوگوں کو جمع کیا تو ارشاد فرمایا کہ اب امتحان کا وقت ہے، آج تک تم نے دین کی بدولت اپنے پیٹ بھرے اور کھاتے پیتے رہے، لیکن اب دین ہی کی وجہ سے تمہیں مار بھی کھانی پڑے گی. یہ یاد رکھو کہ اگر تم لوگ ہمارے ساتھ قتل نہ ہوئے تو پھر بھی تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی اور مر جاؤ گے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دور فریب اور دھوکہ دہی کا دور ہے، اسی طرح کی دھوکہ دہی جس طرح کا فریب اور جس طرح کی دھوکہ دہی یہودیوں کے ہاں زندہ ہو چکی تھی اور کار فرما تھی. یہود کو جب اللہ نے منع کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو اور عبادتیں کرو جا کر، تو انہوں نے یوں کیا کہ ہفتے کے دن جا کر ایک گڑھا کھودا اور پانی کا رخ اس گڑھے کی طرف موڑ دیا تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں آ کر اس گڑھے میں گریں اور اگلے دن جا کر یہ اس گڑھے میں سے مچھلیوں کو پکڑ لیں، اور اس طرح سے گویا انہوں نے اپنے لیے ایک شرعی اور قانونی جواز پیدا کر لیا کہ ہم نے ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا. اسی طرح کی دھوکہ دہی اور فریب کی صورت بنی امیہ نے اس دور میں پیدا کر دی ہے، اور حسین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ واللہ مجھے قتل کریں گے اور اس کے لیے شرعی جواز بھی تلاش کریں گے اور صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اگر مجھے قتل کیا ہے تو درست قتل کیا ہے. شوہر حضرت زینب عبداللہ میاد در مکتب امام حسین میگه که آقا ما تلاش میکنیم و یه جوری امان نامه میگیریم برای شما که اگر میشه خود شما و این بچه ها و اهل بیت و اینها توی این مسائل نجات پیدا کنید. اینها امام حسین فرمودن که اصلا ما مشکل ما نیست که بخوایم مشکل خودمون رو حل کنیم، ما میخوایم مشکل اسلام و مسلمین رو حل کنیم، ما نمیخوایم مشکل خودمون رو حل کنیم. امام حسین فرمودن اشتباه دارید میگیرید، مسئله یه چیز دیگه است. فرمود انی من المسلمین و خیر الامان امان الله. فرمودن ما در امان خداییم، ما امان کسی رو نمیخوایم، ما زیر چتر حمایت الله هستیم، من امان کسی رو نمیخوام، ما اصلا امنیت نمیخوایم، ما حقیقت رو میخوایم، ما عدالت رو میخوایم، دین رو میخوایم، ما امان نمیخوایم. این همون معال الاموری که پیامبر میگن. عبداللہ ابن جعفر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلنے لگے تو انہوں نے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ہم کسی طرح سے آپ کے نام امان نامہ لے لیتے ہیں تاکہ آپ بچوں کے ساتھ دربدری سے بچ جائیں. تو امام حسین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ یہ کوئی میری جان اور میری ذاتی مشکل نہیں ہے، بلکہ اس وقت مسلمان اور اسلام مشکل میں گرفتار اور مبتلا ہے، میں مسلمان ہوں اور مجھے صرف اور صرف اللہ کی امان چاہیے، ہم عدالت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، عدل کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، دین کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی جان نہیں بچانا چاہتے. یہ نمونه دیگه او جریانی که فرزدق با امام حسین روبرو میشن بین راه. فرزدق داره از کوفه میاد به سمت مکه، امام حسین سلام الله علیه دارن میرن به سمت کوفه، یک گفتگوی دارن، اینا حتما شنیدید. امام حسین از فرزدق که شاعری بود و شعر در مدح اهل بیت هم داره، شعرهای دیگه هم البته داره، میپرسن که کوفه رو چطور دیدی؟ شما از کوفه میایید، کوفه چه خبر؟ مردم چطورن؟
کوفه فرزدق میگه در کوفه مردم قلبهاشون با شماست، شمشیرهاشون با اونهاست. قلبهاشون با شماست، شما رو دوست دارن، میدونن شما حقین، اما شمشیرهاشون علیه شماست. یعنی یه مردم یعنی شعار میدن اما پاش نخواهند استاد، اینا هزینه نمیدن. البته خود فرزدق هم کمابیش اینجوری بود، چون در روایت داره که به جایی که به امام حسین بگه که خب آقا ما در خدمتیم بریم به سمت کوفه، توی روایت داره که سوال میکنه راجع به احکام شرعی طواف و نذر و اینا، و بعد میگه آقا خداحافظ شما، التماس دعا، میره. امام حسین هم میگن خداحافظ شما. بفهم معروف شاعر فرزدق کوفه سے مکہ کی طرف جا رہے تھے اور امام مکہ سے کوفہ کی طرف آ رہے تھے. رستے میں ملاقات ہوئی، امام نے پوچھا کہ کوفہ کی صورتحال کیا ہے، تو جواب میں عرض کیا کہ کوفہ کی جو صورتحال میں دیکھ کر آ رہا ہوں، لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں لیکن ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں. گویا یہ کہا کہ لوگ محبت تو آپ سے کرتے ہیں لیکن جب تلوار کی باری آئے گی، جب جان دینے کی باری آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ جان نہیں دیں گے، آپ کی جان ضرور لیں گے. گویا ان کے لبوں پر محبت کے نعرے تو ہیں لیکن ان کے عمل میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں. تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فرزدق بھی تقریباً اسی طرح کی سوچ کا حامل تھا، لہذا حسین شہادت کی طرف جا رہے ہیں لیکن فرزدق حسین علیہ السلام سے طواف اور نظر کے احکام پوچھ کر، فقہی مسائل پوچھ کر مکہ کا رخ کرتے ہیں اور حسین کا ساتھ دینے سے گریز کرتے ہیں. حالا اینو گفتم برای این عبارات امام حسین. فرزدق از امام حسین میپرسه آقا چرا میرید آخر تو این دردسر خودتونو میندازین، شما تنها میمانید؟ امام فرمودن که پرسید چرا با اینها درگیر شدید. امام فرمودن، ببینید استدلالای امام حسین علیه السلام، فرمود این به ظاهر نگاه نکن که حج برقراره و مذهب برقراره، این خط شیطان است، این خط الله نیست، اینها خط شیطان رو میرن، طاعت خدا رو رها کردن. فرمود چرا با اینا درگیر شدیم؟ یک، اظهر الفساد فی الارض، برای که یه وقتایی کسافتکاری میکنن، فساد میکنن یه عده‌ای، ولی یواشکی سرشون رو پایین میگیرن، اما اینا اظهر الفساد فی الارض، اینا اظهار میکنن، علنی سرشون رو بالا میگیرن و با افتخار کسافتکاری و فساد میکنن، دیگه نمیشه تحمل کرد. اهل فساد پنهان نیستن، افتخار میکنن. و ابطل الحدود، اینها قانون زندگی و قانون خدا در حکومت رو ابطال کردن و تعطیل کردن و زیر پا گذاشتن. بر اساس قانون حکومت نمیکنن، بر اساس عدالت و حقوق حکومت نمیکنن، هر طور دلشون میخواد حکومت میکنن. دیگری شرب الخمور،